در آستانه ماه محرم الحرام گرد همایی بزرگ مبلغین در محضر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی برگزار شد. معظم الله در بیانات خود با اشاره به آغاز ایام محرم و سفر فرمودند در طول این ماه‌ها دو امر اهمیت بسیار دارد. اول تبلیغ اسلام راستین و دیگری اقامه شعار مقدس امام حسین علیه السلام در سراسر جهان و به تمام انواع و گونه های آن. برای توضیحات بیشتر مکالمه تلفنی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ تقی زاکری نماینده معظم الله. سخنان حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی در این مناسبت بسیار بسیار اهمیت فوق العاده ای داره. ایشون همیشه مطالبی رو یادآوری میکنن که از جهت سیاسی و اجتماعی اهمیت فراوانی داره. در صحبت سابقشون ایشون فرموده بودن غدیر و عاشورا دو بال اسلام هستند، یعنی برای پیشرفت اسلام باید از این دو سکو بهترین استفاده بشه و این دو سکو حرفهای زیادی برای رسوندن دارن. نکته مهم دیگری اینه که ایشون به شکل غیر مستقیم اعتقاد داشتن به حقیقت عاشورا را دعوت کردند. یعنی اینکه عاشورا یک واقعی نبوده، تموم شده. عاشورا باید در تمام مراحل زندگی افراد به خصوص اهل تخصص وجود حقیقی داشته باشه. من یادم افتاد که علامه امینی در یکی از سالها روز عاشورا علی ما نقل در حرم آقا امام حسین صبح عاشورا ایستاده بودند و اون سال چند نفر هم از اهل سنت آمده بودند و در کنار ایشون بودند که مراسم صبح عاشورا انجام شد. یکی از اون اهل سنت به علامه امینی میگه آقا شما چرا جلو این مسائل را نمیگیرید؟ آیا اینها جایزه؟ علامه امینی بهشون جواب میدن که بله، اینها نه تنها جایزه بلکه واجبه، به خاطر اینکه ما در قضیه غدیر یه مقداری سکوت کردیم، کوتاه آمدیم. شما گفتید که علی ابن ابی طالب علیه السلام در یمن بوده، در حالی که اگر ما در قضیه عاشورا کوتاه بیایم شما منکر خواهید شد که پیغمبر یک همچین نوی داشته. بنابراین این مسئله که عاشورا یک حقیقتی باید باشه در زندگی همه افراد به خصوص اهل تخصص. ضمناً ایشون اطمینان دادن، در صحبتهاشون اطمینان دادن به دولتها که شعائر یک امر اعتقادیه نه یک امر سیاسی. یعنی هیچ وقت کسی از شعائر بر ضد دولت‌ها استفاده نمی‌کنه، هیچ وقت یک کسی از شعائر در قضایای سیاسی استفاده نمی‌کنه. شعائر هدفش ساختار زیربنایی جامعه است، هدفش تغییر فکریه، هدفش تغییر رژیم و تغییر حکومت‌ها نیست. ایشون از اهل تخصص خواستن برای رسوندن کلام اسلام از تکنیک های موجود استفاده بکنن. سابقا تکنیک های تبلیغاتی مانند رادیو و تلویزیون بود که منحصر بود به دست دولت ها. امروزه با پیشرفتی که در تکنولوژی به وجود آمده این مسئله تبلیغ برای همه میسر شده، برای همه الان ممکن هست که این کار را بکنن. امروزه کسانی که این دستگاه های تلفن های جدید رو دارن اینها معذور نیستن در اینکه تبلیغ نکنن، به خاطر اینکه به راحتی یک عکسی رو میتونه به همه جا بفرسته، به راحتی میتونه یک تحلیلی رو بنویسه برای همه بفرسته، به راحتی میتونه توییت بکنه. اگر اینکه ما دهه محرم که در پیش داریم هر خانواده ای، هر دارنده یک دونه دستگاه تلفن جدید یک برنامه‌ای بگذارن، همه، هر خانواده، هر شخصی که این دستگاه‌ها را داره هر روز توییت بکنه راجع به امام حسین. این دو تا پیشنهادم که
آقا در مورد مسئله هواپیما و مسئله ویزا و اینها هم مطرح کردن، در واقع خطابشون هم به دولت ها بود و هم به مردم و اونهایی که متمکن هستند بود. در دولت ها لازم نیست هدف و مخاطب فرد اعلای دولت باشه. هر کارمندی در دولت میتونه یک پیشنهادهایی رو بده، از اختیارات خودش میتونه استفاده بکنه. پس بیایم همه این مسئولیت را بپذیریم و تحمل بکنیم و آبروی خودمون رو در مقابل رسول خدا اصلاح بکنیم. حقیقتا اگر رسول خدا امروز بیان یا امام زمان عجل الله فرجه الشریف امروز ظاهر بشن و از ما بپرسن که تو برای مسئله تبلیغ دین چی کار کردی، گمان میکنم اغلب ماها شرمندگی و سرفکندگی خواهیم داشت. پس ما میتونیم هر یکی ما به هر نحوی که امکان داره واقعا بشینیم فکر بکنیم و هر روز یک پیامی از پیام اسلام را به جهانیان عرضه بکنیم.